هنگامی که تولد و مرگ یکی می شوند. همین الان درختی کهنسال درست کنار منزلم در زیر باران به رقص در آمده و برگهای خشکیده و پژمرده‌اش با وقار و شکوهی بی حد و حصر با زیبایی تمام به روی زمین می افتند. نه تنها آن درخت در باد و باران می رقصد، بلکه برگهای خشکی که از آن جدا می شوند نیز در رقصند. جشنی با شکوه برپاست. به جز انسان هیچ تنابنده ای از پیری رنج نمی برد. در حقیقت عالم هستی اصلاً پیری نمی شناسد. رسیدگی و پختگی می شناسد. از بلوغ و کمال می داند. می داند که زمانی وقت رقص و پایکوبی و تا حد امکان با تمام وجود زیستن است و زمانی وقت استراحت. آن برگ‌های پیر و خشکیده درخت بادام کنار خانه من در حال مردن نیستند، فقط دارن می‌روند که استراحت کنند و با همان خاکی که از آن سر برآوردند ادغام و ممزوج گردند. هیچ غم و اندوه و گریه‌زاری در کار نیست، بلکه آرامشی عظیم در سقوط به درون بستر ابدیت است و بس. شاید آن برگ‌ها روزی دیگر، وقتی دیگر دوباره بازگردند، به شکلی دیگر، بر درختی دیگر، و آن روز دوباره با هم به رقص در خواهند آمد، دوباره آواز سر خواهند داد، آن لحظه را جشن خواهند گرفت. هستی فقط یک تغییر چرخشی از تولد تا مرگ، از مرگ تا تولد و سیر ابدی آن را می شناسد. هر تولدی مستلزم مرگ است و هر مرگی مستلزم تولد. پیش از هر تولدی مرگی است و بعد از هر مرگی تولدی. از این روی هستی هراسی به دل ندارد. هیچ کجا ترسی نیست به جز در ذهن انسان. ظاهراً انسان تنها گونه بیمار در کل کائنات است. این بیماری کجاست؟ در واقع باید چیزی جز این می بود. انسان می بایست بیش از اینها محظوظ باشد، عشق بورزد و هر لحظه را بیشتر زندگی کند. چه این لحظه به دوران کودکی تعلق داشته باشد، چه جوانی و چه پیری، چه به تولد تعلق داشته باشد، چه به مرگ. هیچ اهمیتی ندارد، تو از همه این وقایع کوچک فراتری. هزاران تولد و هزاران مرگ بر تو گذشته است و آنان که چشم بصیرت دارند حتی آن را عمیق‌تر درک می‌کنند. گویی هر لحظه در حال وقوع است. هر لحظه چیزی در تو می‌میرد و هر لحظه چیزی نو در تو تولد می‌یابد. زندگی و مرگ چندان از هم جدا نیستند. چنین نیست که 70 سال آنها را از هم جدا کند. زندگی و مرگ درست مثل دو بال یک پرنده اند که با هم به طور همزمان به حرکت در می آیند. نه زندگی می تواند بدون مرگ وجود داشته باشد و نه مرگ بدون زندگی. پیداست که آنها ضد هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. آنها برای حیاتشان به وجود یکدیگر نیازمندند. جانشان به هم بسته است، هم بستند. آنها بخشی از یک کل بسیار عظیمند. اما چون انسان در خواب غفلت و بیخبری است، قادر به فهم یک حقیقت ساده و آشکار نیست. فقط کمی آگاهی، نه خیلی، و آن وقت می‌بینی که هر لحظه داری عوض می‌شوی و تغییر یعنی چیزی در حال مردن است، چیزی دارد از نو متولد می‌شود. آنگاه تولد و مرگ یکی می شوند، کودکی و معصومیتش با پیری و معصومیتش یکی می شوند. در اینجا تفاوتی وجود دارد، با این وجود ضدیتی در کار نیست. معصومیت کودک بسیار کم‌مایه و فقیر است، زیرا تقریباً با جهل مترادف می باشد. فرد سال خورده، کسی که به کبر سن رسیده و همه تجارب ظلمت و روشنایی، عشق و نفرت، خوشبختی و بدبختی را پشت سر گذاشته،
کسی که طعم زندگی را در موقعیت‌های مختلف چشیده و خود به پختگی رسیده است، به این نکته دست یافته است که او در هیچ تجربه‌ای مشارکت ندارد. بدبختی می آید، او به تماشا می ایستد. سعادت از در وارد می شود، او به تماشا می ایستد. او کارش دیدبانی است. همه چیز به دره‌های تاریک سرازیر می شود، اما او در ستیق کوه می ماند و در نهایت سکوت فقط تماشا می کند. معصومیت پیری پرمایه و غنی است. غنی از تجربه، غنی از پیروزی‌ها و ناکامی‌ها، غنی از اعمال خوب و بد، غنی از همه سرخوردگی‌ها و سرفرازی‌ها. معصومیت پیری از چند جهت غنی است. این معصومیت نمی‌تواند با جهل مترادف باشد. معصومیت پیری فقط با حکمت یا خرد می‌تواند هم معنا باشد. کودک و پیر هر دو معصومند، اما معصومیت آنها از تفاوتی کیفی برخوردار است. کودک معصوم است چون هنوز به شب ظلمانی روح قدم نگذاشته است. پیر معصوم است زیرا از تونل وحشت به در آمده. یکی در آستانه آن تونل تاریک است و دیگری دارد از آن خارج می شود. یکی می رود که مرارت بسیاری را تحمل کند و دیگری به قدر کافی مهنت کشیده هست. یکی را از جهنمی که در پیش روست گریزی نیست، در حالی که دیگری دوره جهنم را از سر گذرانده است. دانسته یا ندانسته دلشوره‌ای در دل هر انسانی هست. داری پیر می شوی و بعد از پیری باران سیلاسا، بعد از پیری مرگ، و قرنهای متمادی تو را از مرگ ترساندند و خود این اندیشه در اعماق ضمیر ناخودآگاهت ریشه دوانده، در گوشت و خون و مغز و استخوانت جای گرفته. خود این واژه مو بر اندامت راست می کند. نه به این خاطر که می دانی مرگ چیست، نه، بلکه به خاطر هزاران سال شرطی شدن که مرگ را پایان زندگیت می دانی و از آن وحشت داری. دلم می خواهد یقین بدانی که مرگ پایان کار نیست. در عالم هستی هیچ چیز نه آغاز می شود و نه به پایان می رسد. یک نگاهی به دور و برت بینداز، نه شب پایان است و نه صبح آغاز. صبح به طرف شب در حرکت است و شب به طرف صبح. همه چیز صرفاً در حال حرکت در قالب‌های مختلف است. هیچ آغاز و پایانی در کار نیست. چرا انسان باید مستثنا باشد؟ انسان که تافته جدا بافته نیست. انسان با همین ایده استثنایی بودن انسان، برتری انسان نسبت به دیگر حیوانات و درختان و پرندگان، جهنم خیش را، بدگمانی شدید خیش را به دست خیش آفرید. ایده استثنایی بودن ما شکافی بین ما و هستی به وجود آورده است. همین شکاف مسبب همه ترس‌ها و بدبختی‌های توست، همه پریشانی‌ها و تشویش‌های تو. و اکثریت قریب به اتفاق خط‌دهندگان سیاسی و اجتماعی دنیا به این شکاف دامن زدند. حتی یک قدم بر نداشتند تا بر این شکاف پلی بزنند. انسان را برگردانند به زمین. او را با حیوانات و گیاهان محشور کرده و وحدت مطلق او را با جهان هستی اعلام کنند. این حقیقت وجود ماست. همین که آن را درک کردی، دیگر نه درباره پیری نگرانی و نه درباره مرگ. زیرا همینقدر که به اطراف نظر کنی، کاملا متقاعد می شوی که هیچ چیز را هرگز آغازی نیست، که همیشه آنجا بوده است، هیچ چیز را هرگز پایانی نیست، که همیشه آنجا خواهد ماند. اما فکر پیر بودن وجودت را از اضطراب پر می کند. مفهوم آن این است که اکنون روزهای زندگیت، عشقت، دوران خوشیهایت دیگر به سر آمده. اکنون تنها اسم تو به زندگی ادامه خواهد داد.
پیری نه جشن و سرور که فقط کشان کشان رفتن به درون قبر است. بدیهی است که تو نمی توانی خوشحال باشی، چون با این وصف تو فقط سربار عالمی. تو فقط در صفی که هر لحظه به سمت قبرستان در حرکت است ایستاده ای. این بزرگترین نقص همه فرهنگ ها و تمدن های جهان است که نتوانستند زندگی معنیدار و وجودی سازنده برای سالمندان خود فراهم کنند. آنها نتوانستند زیبایی و وقار را نه فقط به دوران پیری که به خود مرگ ببخشند. و مشکل پیچیده تر از این هاست. چون هر قدر بیشتر از مرگ بترسی، از زندگی هم بیشتر وحشت می کنی. با هر لحظه سپری شده، مرگ نزدیکتر می آید. کسی که از مرگ می ترسد، نمی تواند عاشق زندگی باشد. زیرا این زندگی است که سرانجام تو را به دروازه مرگ می رساند. تو چطور می توانی زندگی را دوست بداری؟ به همین دلیل هم بیشتر مذاهب شروع کردند به چشم پوشی از زندگی. از زندگی صرف نظر کن، چون این تنها راه صرف نظر کردن از مرگ است. اگر تو زندگیت را زندگی نکنی، اگر از شغل زندگی کردن استعفا بدهی، از عشق ورزیدن، آواز خواندن، خندیدن دست بکشی، بعد مسلماً نیازی نیست که از مرگ بترسی. تو در حال حاضر مرده ای. ما اسم اینجور آدم ها را گذاشته ایم قدیس و آنها را مورد ستایش هم قرار می دهیم. چرا؟ چون می دانیم که دوست داریم ما هم مثل آنها باشیم. هرچند به آن اندازه شهامت نداریم. حداقل می توانیم با ستایش آنها نیات خودمان را آشکار کنیم. اگر شهامتش را می داشتیم یا روزی چنین شهامتی در خود می یافتیم، ما هم دوست داشتیم مثل تو زندگی کنیم. مرده مجسم. قدیس نمی تواند بمیرد، چون در حال حاضر مرده است. او از همه لذات، همه خوشی ها دست شسته. همه آن چیزهایی را که زندگی دو دستی به او تقدیم می کند پس زده. او بلیت اهدایی هستی را به آن بازگردانده و گفته دور من یکی را خط بکش. بنده دیگر توی این نمایش نیستم. او چشمهایش را بسته. یک بار یکی از همین به اصطلاح قدیس‌ها آمد به دیدار من. من او را به باغ بردم. آنجا کوکب‌های زیبای بسیاری بود و من آن گل‌های زیبا را در زیر آفتاب صبحگاهی به او نشان دادم. نگاهی عاقلاً در صفیح که بوی رنجش و نکوهش از آن استشمام می‌شد به من انداخت و چون تاب تحمل از کف داده بود زبان به سرزنش باز کرد که فکر می‌کردم آدم دیندار و پارسایی هستی و هنوز از زیبایی گلها سر از پا نمی شناسی؟ از یک جهت حق با او بود، اینکه اگر از زیبایی گلها لذت ببری، طبعاً نمی توانی از لذت حاصل از زیبایی ها، زیبایی زن، موسیقی، رقص، چشم بپوشی. اگر به زیبایی گلها علاقمند باشی، این نشان می دهد که هنوز به زندگی علاقمندی و نمی توانی از عشق صرف نظر کنی. اگر از زیبایی تو را خبری هست، چطور می توانی در برابر عشق خود را به بیخبری بزنی؟ زیبایی عشق برمی انگیزد و عشق پیام‌آور زیبایی است. گفتم در این مورد حق با شماست. اما کی بوده که به شما گفته من آدم دیندار و پارسایی هستم؟ من هنوز نمردم. پیش نیاز اصلی برای دینداری به روش شما این است که آدم مرده باشد. اگر زنده باشی فقط می توانی مزور باشی. نمی توانی واقعا متدین و پارسا باشی. وقتی پرنده ای را در حال پرواز می‌بینی، امکان ندارد از آزادی و سبکبالی او به وجد نیایی. و وقتی غروب خورشید را بر دامن رنگارنگ افق مشاهده می‌کنی،
حتی اگر چشمانت را ببندی، همان تلاش تو برای بستن چشم ها نشان می دهد که تا چه حد مجذوب دلربایی های طبیعت شده ای. من به آن قدیس نما گفتم، من می توانم از مذهب تو چشم بپوشم، ولی چشم پوشیدن از زندگی از عهده من خارج است. چون زندگی را خود هستی به من ارزانی داشته است و مذهب تو دست ساخته مشتی کشیش و سیاستمدار است تا انسان را از شادیهایش، از شأن و اعتبارش، از خود انسانیتش محروم سازد. من به این مفهوم آدم پارسا و متدینی نیستم. من از تدین و پارسامنشی تعریف کاملا متفاوتی دارم. از نظر من متدین کسی است که به تمام معنا زنده است، شدیداً زنده است، مشتعل از عشق است، از زیبایی خارق العاده پیرامونش آگاه است و این شهامت را دارد که از هر لحظه از زندگی و مرگ مشعوف شود. کسی که این توانایی را دارد که در زندگی و مرگ هر دو فواره های شادی از دلش برخیزد، آوازش یک سر ادامه دارد. چه زندگی در جریان باشد چه مرگ، صدای آوازش لحظه ای قطع نخواهد شد. دست هایی که به شادی به هم میکوبد لحظه ای مردد نخواهد ماند. فقط چنین روح ماجراجویی، فقط چنین زائر زیارتگاه هستی میتواند متدین باشد. اما انسان به اسم دین جایگزین‌های ضعیف قلابی، مبتذل و بی‌ارزشی ارائه کرده است. مشتی اسباب بازی که با آنها بازی کنی. پرستش بت، خواندن اوراد مندرآوردی و بردن نذر و قربانی و پیشکش برای مشتی بزدل و واقعیت گریز که به دلیل ترس از مرگ نتوانستند زندگی کنند و قدیس خواندن آنها. این دین انسان را از تدین واقعی و اصیل منحرف ساخته است. لازم نیست درباره دوره پیری نگران باشی. بگذار مردم فکر کنند که پیر شده ای. زیباتر نیست؟ مفهومش این است که تو به تعالی واقعی دست یافته ای. تو همه تجربه ها را پشت سر گذاشته ای و حالا این نشانه پختگی و بلوغ توست. تو از هیچ چیزی کنار نگرفتی و به راحتی کوچه پس کوچه های تجربه را طی کردی. تو چنان سرد و گرم چشیده و کار آزموده ای که اکنون احتیاجی نداری آن تجربه ها را بارها و بارها تکرار کنی و این تعالی است. تو باید محظوظ و مشعوف شوی. و من میل دارم همه دنیا این محسوس شدن را که حق طبیعی و خدادادی ماست درک کنند و با حق شناسی عمیق نسبت به دوران پیری و وصال نقطه اوج آن با مرگ آن را پذیرا باشند. اگر تو نتوانی با برجای گذاشتن قهقهه‌ای برخواسته از دل به درون ابدیت قدم بگذاری، درست زندگی نکرده ای. تو تحت سیطره و راهنمایی افراد نادرستی قرار داری، منجیها، مسیحاها و پیامبران دروغین، مظاهر حلول لاهوت در ناسوت. اینها همگی جنایتکارند، چه تو را از زندگی محروم و دلت را آکنده از ترس ساختند. در آنجا تلاش من بر این است که دلت را از خنده لبریز سازم. در هر موقعیتی، چه شب و چه روز، چه خوابیده چه بیدار، باید هر تار وجودت از فرط عشق به رقص درآید. صرف نظر از موقعیت، باید جریان نامرئی از بشاشت و سرخوشی ادامه یابد. به زعم من این تدین اصیل و واقعی است. و چند سطرا برای تو. توضیح پاورقی. سطرا کلمه قصار، فراز، دستور دینی، فریزه. از کتاب‌های مقدس مذهب برهمن که دارای سوره‌های فراوانی است که نگارنده آن شخصی افسانه‌ای به نام باوارایانا است که احتمالاً در سده پنجم پیش از میلاد می‌زیسته.
داریوش شایگان، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، صفحه 767. ادامه متن. پیرمرد دنیا دیده کسی است که وقت خواب عینک به چشم می‌زند تا دخترانی را که در رویا می‌بیند بهتر دید بزند. پیرمرد دنیا دیده کسی است که در میهمانی‌ها فقط با دختران جوان دمخور و معاشر است و کار همسرش این است که دستش را بگیرد و او را به منزل ببرد. زیبایی پیری این است که چون برای سرمشق بد بودن زیادی مسن هستی، می توانی به پند و اندرز دادن روی بیاوری. زنها در زندگی چیزهای ساده را دوست دارند، مثلا پیر مردها را. همین که از تو خوششان آمد، یعنی کارت تمام است. دیگر از تو ترسی ندارند، تو از هر نظر قابل قبولی. درون هر آدم پیر آدم جوانتری هست که از این در عجب است که چه اتفاقی افتاد که پیر شد. اخراج از بازی، صفحه 206. تو وقتی به بلوغ میرسی که مراقبه را شروع کرده باشی، وگرنه کودک صفت باقی میمانی. فقط ممکن است اسباب بازی هایت عوض شوند. بچه های کوچک با اسباب بازی های کوچک بازی می کنند و بچه های بزرگ و سال خورده با اسباب بازی های بزرگ. اما کیفیت همان است، فرقی ندارد. خودت می توانی این را مشاهده کنی. گاهی اوقات همین اعمال از فرزندانت سر می زند. بچه از میزی که تو کنارش نشسته ای بالا می رود و روی آن می ایستد و می گوید نگاه کن بابا، من بزرگتر از تو هستم. او بالاتر روی میز ایستاده و می گوید من از تو بزرگترم. و تو به او می خندی، اما تو خودت چه کار می کنی؟ وقتی پول و پله بیشتری به هم می زنی، خوب نگاه کن چطور راه می روی؟ تو داری با زبان بی زبانی به همه در و همسایه ها می گویی نگاه کنید من از شماها بزرگترم. یا وقتی رئیس جمهور یا نخست وزیر می شوی نگاه کن چطوری راه می روی، با چه کبکبه و دبدبهی، با چه اهن و طلپی. انگاری طاووس لین دارد قدم رنج می فرمایند. تو داری با زبان بی زبانی به همه اعلام می کنی من همه شماها را شکست دادم، این منم که بالاترین لژ را گرفتم. این بازی ها همه اش یکیست. از کودکی تا پیری تو فقط همان بازی ها را تکرار می کنی. با بازی مونوپولی روی صفحه مقوایی یا بازی مونوپولی واقعی در بازار سهام هیچ فرقی نمی کند. این همان بازی است، فقط در مقیاسی بزرگتر. همین که این را درک کنی که ریشه کودک صفتی تو ذهن گریز پای توست، خیلی از مسائل برایت حل می شود. بچه های کوچولو می خواهند خود را به ماه برسانند و حتی بزرگترین دانشمندان سعی دارند به ماه برسند و رسیدند. تفاوت چندانی وجود ندارد. دسترسی به بیرون، ممکن است تو به ستاره های دیگر هم دست پیدا کنی، اما کودک صفت باقی می مانی. حتی اگر به ماه برسی، می خواهی در آنجا چه کار کنی؟ فقط پالانت عوض می شود. با همه آتاشقال هایی که در مخ توست، با آن همه تاپاله گاو مقدسی که در دلت حمل می کنی، روی ماه می ایستی. حالا چه خواجه علی و چه علی خواجه، چه فرقی می کند؟ فقیر باشی یا بسیار پول دار، بینام و نشان باشی یا از مشاهیر دنیا، اصلاً توفیری ندارد، مگر آنکه ذهن با گردشی 180 درجه حرکت به درون را آغاز کند، مگر آنکه ذهن ویژگی جدیدی پیدا کرده و به ذهنی مراقبه‌گر تبدیل شود. مراقبه یعنی ذهنی که به سمت منبع خیش چرخیده است. مراقبه از تو یک بالغ می سازد.
مراقبه از تو فردی به واقع کمال یافته و رشید می سازد. افزایش سن دلیل بر رشد یافتن نیست، چون آدم های 80 ساله را می بینی که هنوز بازی می کنند. بازی های زشت و کثیف سیاسی، بازی قدرت، حتی در سن 82، 83، 84 سالگی. از قرار معلوم در خواب بسیار عمیقی فرو رفتند. پس کی می‌خواهند بیدار شوند؟ کی می‌خواهند به فکر دنیای درون باشند؟ و مرگ همه ی آنچه را که روی هم تلمبار کرده ای در خواهد رو بود. قدرت، پول، وجهه، هیچ چیزی برایت نمی‌ماند. حتی یک پوش، همه ی زندگیت پوچ شده. سیل مرگ می آید و به تو ثابت می کند که کاخهایی که ساختی همه پوشالی بودند. بلوغ یعنی شناختن چیزی در درونت که نامیراست. شناختن آن چیزی در درونت که از مرگ فراتر می رود و آن مراقبه است. ذهن دنیا را می شناسد و مراقبه خدای یکتا را. ذهن راهی برای درک معلول است و مراقبه راهی برای درک علت. ذهن با مظروف سر و کار دارد و مراقبه با ظرف، آگاهی. مشغله ذهن ابرهاست و مراقبه در جستجوی آسمان. ابرها در رفت آمدند و آسمان پایدار و استوار. در جستجوی آسمان درون باش که اگر آن را بیابی هرگز نخواهی مرد. جسم میمیرد، ذهن میمیرد، ولی تو هرگز نخواهی مرد. شناختن آن، شناختن زندگی است. آنچه را که زندگی میخوانی، زندگی واقعی نیست، زیرا فانی است. فقط یک مراقبه‌گر میداند که زندگی چیست، زیرا او به خود منبع جاودانگی دست یازیده است. معماها، قتل موجه، صفحه 210. من 50 سال دارم، اما هنوز خود را بالغ و رشد یافته احساس نمی کنم. اشکال در کجاست؟ روزی راهبی از بودا مرخصی خواست. او قرار بود برای اشاعه پیام بودا به محلی دور افتاده سفر کند. وقتی آمد پای بودا را لمس کند، بودا برای او طلب مغفرت کرد و به دیگر مریدانش گفت: آیا این راهب سعادتمند را می‌بینید؟ او مادرش را، پدرش را، خیشاوندانش را و سلطانش را کشته است. همه بسیار تعجب کردند، نمی‌توانستند آنچه را شنیده‌اند باور کنند. بودا چه می‌گوید؟ یکی از مریدان دلی به دریا زد و پرسید: قربان، منظورتان چیست؟ منظورتان این است که یک قاتل از محسنات و فضایلی برخوردار است که شما او را سعادتمند می‌خوانید؟ بودا خنده‌ای کرد و گفت: نه تنها این، که حتی خودش را هم به قتل رسانده است. او مرتکب خودکشی هم شده. بعد بودا آوازی خواند و با گفتن یک گاتا توضیح داد که منظورش از طرح داستان چه بوده است. همه از کودکی آغاز می کنند. این اولین راهی است که تو به این دنیا قدم می گذاری. تو سالهاست به این شیوه تربیت شده ای که کودک بمانی. همه دستور می دادند و از تو توقع داشتند اطاعت کنی. تو بسیار وابسته شدی، تو همیشه در جستجوی افرادی هستی که نقش پدر را برایت بازی کنند و طبق همین عادت همیشه چشم به دهان اولیای امور دوخته‌ای تا به تو بگویند چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. بلوغ یعنی رسیدن به این درک که برای خودت تصمیم بگیری، تصمیم گیرنده خودت باشی، روی پاهای خودت بیستی. این یعنی بلوغ. اما این به ندرت اتفاق می افتد، زیرا پدر و مادرها کم و بیش همه بچه ها را لوس می کنند و بعد نوبت مدرسه ها و کالج ها و دانشگاه هاست که همگی آماده اند تو را بدادت کنند.
از این رو خیلی به ندرت کسی بالغ می شود. رابطه اجتماع با آدم‌های بالغ زیاد خوب نیست. افراد بالغ آدم‌های خارق العاده و خطرناکی هستند، چون فرد بالغ مطابق با منش و موجودیت خیش زندگی می کند. او کار خودش را می کند. کاری ندارد مردم درباره‌اش چه خواهند گفت و نظرشان چیست. او در آرزوی حسن شهرت و احترام نیست. اصلا در بند آبرو و نیکنامی نیست. او زندگی خود را می گذراند. اما هرگز حاضر نیست آزادیش را قربانی کند. اجتماع از این افراد وحشت دارد. اجتماع می خواهد همه کودک صفت باقی بمانند. همه ی افراد بین 7 تا 40 سالگی باید تحت تکفل و مراقبت قرار بگیرند. و همینطور هم هست. در جنگ جهانی اول، روانشناسان برای نخستین بار متوجه این پدیده عجیب شدند. برای نخستین بار در مقیاسی وسیع در ارتش، سن عقلی افراد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. توضیح پاورقی Mental Age، سن روانی سن شخص بر حسب رشد نیروهای عقلی و روانی که با یک سلسله آزمون مشخص می شود و اگر به عنوان مثال انسان 30 ساله فقط بتواند آزمونهای کودک 12 ساله را بگذراند، می گویند سن عقلی او 12 ساله است. ادامه متن. و این کشفی شگفت انگیز بود. در ارتش متوسط سن عقلی 12 سال بود. بدنت 50 ساله است، اما ذهنت زیر 14 سال دارد. پیش از 14 سالگی تو واپس خورده ای، زیرا سرکوب کردن فرد پس از 14 سالگی دشوار است. وقتی کودک به 14 سالگی می رسد، اگر تا به حال سرکوب نشده باشد، دیگر هرگز نمی توان او را سرکوب کرد. زیرا همین که به وجودی جنسی مبدل شد، استقلال پیدا می کند. اکنون او خود قادر است پدر یا مادر شود. بنابراین طبیعت، بیولوژی، فرد را در سن 14 سالگی از پدر و مادر مستقل می سازد. این موضوع حتی سالها پیش از آن که سر و کله روانشناسان پیدا شود، چیزی شناخته شده بود. آموزگاران اخلاق از مدتها پیش این را کشف کرده بودند. آنها هزاران سال طی مشاهدات خود به این نکته دست یافتند که اگر می‌خواهی کودکی را واپس خورده و وابسته بار بیاوری، هرچه زودتر باید اقدام کنی. هر قدر زودتر بهتر. اگر بتوانی قبل از 7 سالگی اقدام کنی، موفقیت در مشت توست. اگر تا پیش از 14 سالگی هنوز کاری صورت نداده باشی، دیگر از این به بعد آب در هاون کوبیدن است. از این رو همه اقشار و گروه‌ها به کودکان و آموزش آنها علاقه‌مندند. مذاهب افراطی از پا ننشستند و می‌گویند کودکان باید تحت آموزش مذهبی قرار بگیرند. چرا؟ چون تا وقتی هنوز استقلال پیدا نکرده اند، ذهنشان باید شرطی شود. بنابراین برای کسی که واقعاً می‌خواهد آزاد، آگاه و هیپنوتیزم زدایی شود، کسی که می‌خواهد از هر قید و بندی آزاد باشد و در کل عالم وجود به جریان درآید، مهمترین کار این است که باید در درون روی خیلی چیزها را خط بکشد. وقتی من میگویم یا بودا میگوید که باید پدر و مادرت را بکشی، به این معنا نیست که در عالم واقع باید دست به این کار بزنی. نه، باید آن پدر و مادری که در درون حمل میکنی، آن اندیشه را نابود کنی. گوش به زنگ باش، دقت کن تا خودت به جواب برسی. تو قصد داری کاری انجام بدهی و ناگهان صدای مادرت را میشنوی. این کار را نکن. می توانی تأمل کنی و آن صدا را بشنوی، همان صدای واقعی را. این نوار ضبط صوت درونی توست. می خواهی بستنی زیادی بخوری. خوب دقت کن. ناگهان لحظه ای فرا می رسد که صدای مادر را از درونت می شنوی که می گوید
زیاد نخوری، کافیه، کافیه، بس دیگر. و همان موقع احساس گناه می کنی. وقتی می خواهی دست زن مورد علاقت را بگیری، ناگهان همه آموزگاران علم اخلاق را می بینی که صف کشیدند و می گویند تو می خواهی مرتکب جنایت شوی؟ می خواهی مرتکب گناه شوی؟ برحذر باش، این تله است. پیش از آن که دیر شود فرار کن. حتی وقتی می خواهی با زن خودت معاشقه کنی، مادر و پدرت، آموزگارانت در آن میان حائلند و همه چیز را به افتضاح می کشانند. به ندرت بتوان مرد یا زنی را یافت که با تمام وجود خود را در عشق غرق کند. تو از این کار عاجزی، چون سالهاست به تو آموختند که عشق چیزی نادرست است. چطور می توانی ناگهان این فکر را که در ذهنت حک شده کنار بگذاری؟ تا وقتی به آن درجه نرسیده ای که همه این صداها را در درونت بکشی، آری، به شهامت بسیار زیادی احتیاج است. باید آماده باشی همه این صداهای آمرانه والد فرزندی را فراموش کنی، همه آن آقا بالا سرها را از سر بیرون نمایی. باید خود را آماده کنی بدون هیچ نقشه‌ای خودت به تنهایی به جهان ناشناخته ها قدم بگذاری و آماده خطر کردن باشی. مردی به نام الکساندر الیوت شاگرد یک استاد زن بود. ماها بود به تمرین مراقبه زازن می پرداخت و دیگر داشت به اعماق آبهای اقیانوس وجودش وارد می شد. شبی رویایی بسیار عجیب در خواب دید. مردمان اهل زن با این رویا آشنایی دارند، اما برای الیوت که غربی بود رویای بسیار عجیبی بود، به طوری که دچار ضربه روحی شد. او رویایش را چنین نقل می کند: من به تازگی بودیدارما را به خواب دیدم، یک مرد درهم و چروکیده، شبح مانند، با چشمهای ورقلنبیده و ابروهای باد کرده. بودیدارما درست مثل من یک آدم خطرناک است و دوستداران زن از روی عشق و ارادتی که نسبت به او دارند چهرهش را به طور وحشتناکی به تصویر کشیدند. او آن ریختی نبود، از نظر ظاهری واقعا آن شکلی نبود. او در واقع زیباترین آدم روی زمین بود. اما اگر با تصویر نقاشی بودیدارما روبرو شوید، قبض روح می شوید. اگر به چشمهای بودیدارما نگاه کنید، به نظرتان می آید با یک جانی بلفطره طرف هستید که می خواهد جانتان را بگیرد. اما این همه کاری است که یک مربی بزرگ انجام می دهد. الکساندر الیوت حتی در رویا زهره ترک می شود و لرزه بر اندامش می افتد. نمی دانم نیشش باز بود یا اخم کرده بود. راستش با آن ریش و سیبیل تا بناگوش در رفتش ممکن نبود آدم بتواند این حالات را از هم تشخیص بدهد. نجوایی از لابلای ریشش به گوش می رسید که می گفت ظاهراً برای خودت مردی شده ای، با این حال هنوز هیچ کس را نکشته ای، جریان چیست؟ الیوت به قدری وحشت کرده بود که از خواب می پرد و می بیند که خیس عرق شده و دارد مثل بید می لرزد. آن مرد مخوف چه منظوری داشت؟ جریان چیست که تا به حال کسی را نکشته ای؟ من هم که می گویم اگر احساس می کنی که هنوز بالغ نشده ای، این نشان می دهد که هنوز کسی را نکشته ای، منظورم همین است. 50 سالگی همینطوری هم خیلی دیر است. اکنون دیگر وقت را بیش از این تلف نکن. فوراً همه ی تأثیرات برجامانده در درونت را بکش. همه ی نوارهای ضبط شده ی قدیمی و از تاریخ گذشته را دور بریز. ذهنت را خانه تکانی کن. از همین لحظه زندگی خودت را بکن. گویی هیچ نمیدانی و هیچ کس هیچ چیز به تو نیاموخته است. و اون وقت تازه روی پله اولی، پاک و پاکیزه و شاداب و خواهی دید که به زودی بلوغ به سراغت می آید. بدون بلوغ زندگی هیچ ارزشی ندارد، چون همه زیبایی ها فقط در ذهنی بالغ اتفاق می افتد.
همه ی رخدادهای پرشور زندگی فقط در ذهنی بالغ معنا پیدا می کند. بالغ بودن نعمتی است، اما مردم فقط سن بر روی سن می افزایند و هرگز به بلوغ نمی رسند. از نظر سنی رشد دارند، ولی از نظر آگاهی آب می روند. آگاهی آنها هنوز در حد آگاهی جنین است، جنینی که از زهدان بیرون نیامده، هنوز متولد نشده. تو فقط جسمت به دنیا آمده، تو هنوز متولد نشده ای. زندگیت را در مشتت بگیر، این زندگی توست. تو اینجا نیستی که توقعات دیگران را برآورده کنی. زندگی مادرت را زندگی نکن، زندگی پدرت را زندگی نکن، زندگی خودت را زندگی کن. زندگی بدون موضع‌گیری. صفحه 217. شما یک روز بر بالغ بودن تأکید می کنید و روز دیگر می گویید مثل یک کودک باش. اگر من موضع اولی را اتخاذ کنم، احساس می کنم فرزندم سرکوفته است و تشنه عرض اندام و بیرون ریختن احساسات و هیجانات درونی است. اگر اجازه بدهم بچه‌ام برقصد و آواز بخواند، آن وقت به رفتارهای کودکانش دامن زدم. چه باید کرد؟ بالغ بودن به معنای موضع‌گیری پخته و عاقلانه نیست. در حقیقت اتخاذ یک موضع سنجیده و جا افتاده یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بالغ شدن است. اخذ کردن یعنی چیزی که از بیرون بر تو تحمیل می شود در تو کاشته می شود و با تمرین کردن به دست می آید. چیزی نیست که از خود تو بجوشد. این یک نقاب است، یک چهره نقاشی شده است. وجود واقعی تو نیست. این همان کاری است که همه انجام می دهند. به همین دلیل هم مردم کره زمین بالغ به نظر می آیند، در حالی که این طور نیست. آنها کاملا نابالغند، در زیر آن نقاب کودک صفت باقی میمانند. آنها این رفتارها را اخذ کردند. عمق بلوغ آنها فقط به ضخامت پوست و حتی کمتر از آن است. کافی است آدمها را کمی خراش بدهی تا رفتارهای کودکانهشان رو بیاید، و نه فقط مردم کوچه و بازار و به اصطلاح عوام را، که اگر خواص را هم خراش بدهی با همان رفتارهای ناپخته و نسنجیده و کودکانه روبرو می شوی. بروید پارلمانهای دنیا را ببینید. شرط می بندم تا به حال این همه آدم نابالغ و کودک صفت را جمع در یک جا ندیده اید. انسان همواره خودش و دیگران را فریب داده است. اگر اخذ کردی و از بیرون پذیرفتی، قلابی و کاذب خواهی بود. من هیچ وقت نگفتم چیزی را اخذ یا اقتباس کنی. باش، گرفتن خودش مانع از بودن است و تنها راه برای بودن این است که از صفر شروع کنی. از آنجا که پدر و مادرت در کودکی به تو اجازه ندادند خودت باشی، همیشه جایی با بن‌بست روبرو شده ای. سن عقلی مردم به اصطلاح عادی چیزی بیش از 10 تا 13 نیست، حتی به 14 نمی رسد، و شاید 70 یا 80 ساله باشی، اما سن عقلیت در جایی پیش از رسیدن به بلوغ جنسی گیر کرده باشد. لحظه ای که شخص از نظر جنسی بالغ می شود، بین 13 یا 14 سالگی دیگر برای همیشه محرموم است. از آن به بعد به کاذب‌تر شدن هرچه بیشتر ادامه می‌دهد. تقلب باید تقلب‌های دیگری را پوشش بدهد. دروغ باید از دروغ پشتیبانی کند و این داستان همینطور ادامه دارد. تو فقط به تلی از عادات و صفات بیهوده بدل می‌شوی و این همان شخصیت است. باید نقاب شخصیت را کنار گذاشت که فقط از این راه فردیت رخ می نماید. اینها دو مفهوم کاملا متفاوتند. شخصیت فقط ویترین فروشگاه است، غرفه نمایشگاه، واقعیت نیست. فردیت واقعیت توست، به نمایش کاری ندارد. می توان تا هر عمقی از وجود تو را حفر کرد و باز به مزه واحدی رسید.
از بودا نقل است که می توانی از هر نظر مرا بچشی و به طعم واحدی برسی. درست همانطور که اقیانوس را از هر جایش که بچشی آن را شور می یابی. فردیت یک کل واحد است، سازمند و تشکل یافته است. شخصیت شیزوفرنیک است، در مرکز یک چیز است و در پیرامون چیزی دیگر. و این دو هرگز با هم تلاقی ندارند، نه تنها با هم فرق دارند، بلکه به کلی مخالف هم بوده و در نزاعی دائمی با یکدیگر به سر می برند. توضیح پاورقی: شیزوفرنیک مربوط به شیزوفرنی، جنون جوانی، اختلال روانی مزمنی که با از دست دادن همگامی اجتماعی، خودگرایی، حالات دمدمی مزاجی و انجام کارهای بیجا و غیر مقتضی، مثلا به علت وهم و خیال و فریب و دلخوشی بی اساس مشخص می شود. این بیماری برای نخستین بار در 1896 میلادی توسط کریلیان تعریف شد و بلولر در سال 1911 نام شیزوفرنی را بر آن نهاد. شروع بیماری معمولاً در جوانی یا آغاز بزرگسالی است و ممکن است تدریجی یا ناگهانی باشد. ادامه متن: بنابراین نخستین چیزی که باید درک کنی این است که هرگز موضع بالغانه و سنجیده‌ای اختیار نکنی. یا بالغ باش یا نابالغ. اگر نابالغی بالغ شو. تو با نابالغ بودنت امکان رشد داری. پس بگذار نابالغ بودن تو همانجا که هست باشد. ساختگی نباش. مزورانه عمل نکن. اگر کودک صفتی باش. چه اشکالی دارد؟ وجودت را شق شق نکن. تو با نفاقی که در خودت ایجاد می کنی زمینه جنونی ریشه دار را فراهم می کنی. فقط خودت باش. کودک صفت بودن هیچ اشکالی ندارد. چون به تو یاد دادند که کودک صفتی اشتباه است، تو شروع کرده ای به تقلید و اخذ نگرش ها و رفتارها از دیگران. تو از همان کودکی سعی کردی بالغ باشی. و بچه چطور می تواند بالغ باشد؟ بچه بچه است. باید اطوارها و طرز فکر بچگانه داشته باشد. اما این مجاز نیست. این است که بچه های کوچک دیپلومات می شوند. وانمود کردن را یاد می گیرند. رفتار کردن به شیوه های ساختگی و ریاکارانه را می آموزند و از همان آغاز دروغو عذاب در می آیند و این دروغ به رشد خود ادامه می دهد. و بعد روزی جستجو برای حقیقت را آغاز می کنی. لابلای کتاب ها را زیر و رو می کنی، در حالی که جای حقیقت در کتاب نیست. جای آن در وجود توست. وجود تو همان کتاب مقدس واقعی است. ودا، قرآن، انجیل همه در آگاهی تو جای دارند. تو همه ی آنچه را که لازم داری با خود حمل می کنی. این عطیه ای از جانب خداست. همه به همراه حقیقتی که در وجودشان به ودیعت گذارده شده به دنیا نمی آیند. زندگی حقیقت است. اما تو یاد گرفتی که دروغ بگویی. همه دروغ ها را بریز دور. شجاع باش. بیشک احساس می کنی که ترس شدیدی دارد به تو دست می دهد. چون هر وقت شخصیت را کنار می‌گذاری، کودک صفتی تو که هرگز مجال بروز نیافته است رخ می‌نماید و تو به وحشت می‌افتی. چی؟ در این شرایط دارم بچه می‌شوم؟ آن هم وقتی که همه مرا به اسم استاد دانشگاه و یا دکتر و مهندس می‌شناسند؟ منی که دکترای فلسفه دارم قرار است بچگانه رفتار کنم؟ ترس نمی‌گذارد آب خوش از گلویت پایین رود. ترس از نظرات و آراء مردم، ترس از اینکه مردم چه فکر خواهند کرد. همین ترس بود که تو را از همان آغاز به تباهی کشاند. همین ترس سمی مهلک برای تو بوده است. مادرم چه فکری می‌کند؟ پدرم چه فکری می‌کند؟